1403 خورشیدی برابر است با 31 ماه اکتبر 2024 میلادی. خانم ها، آقایان، هم وطنان، هم زبانان، هر کجای این جهان وسیع هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی پارس توجه می‌فرمایید، صمیمانه ترین درود های من رو از برنامه خبرها و نظرها از تلویزیون پارس بپذیرید. عرض کنم حضورتون که یک شعری بود که در آغاز یکی از برنامه های من در رادیو به اون اشاره می کردم و این شعر رو به صورت کامل در آینده برای شما خواهم خوند. می گوید، اجازه بدیم چون کاملش رو الان حفظ نیستم بذارم برای موردی که میتونم. دیشب جلسه ای داشتیم با همکارانمون در تلویزیون پارس و نزدیک شدن سالگرد 26 سال فعالیت این رسانه. رسانه ای که حاضر نشد از هیچ منبع خارجی غیر از آگهی هایی رو که داره و غیر از حمایت هایی که احتمالاً اسپانسر هایی که داشته تلویزیون و متاسفانه کم کم تعدادشون کم شده، تا اینجا امیر شجره بتونه این تلویزیون رو با هر زحمت و خون دلی که شده کارش رو ادامه بده، نگذاره به تعطیلی بی انجام کارش و با همکارانی که در این تلویزیون با همدیگه همه همکاری داریم سعی شده که برای آگاه ساختن مردممون، برای اینکه بدون بعضی از کارهای زشتی رو که بعضی از رسانه ها و این روزها با توجه به داشتن دسترسی به فضای مجازی، هر کسی از خودش تلویزیون دار شده، میشینه جلوی دوربین و هر چی دلش میخواست میخواد میگه، ولی شما از این تلویزیون هرگز فحاشی، مرگ بر این مرگ بر اون و این مسائل رو نشنید و تنها تلاشی که کردن همه همکاران ما در طی این سالیان این بوده که به اصطلاح افشاگری بکنن توطئه های آخوندی رو، اخبار دقیقی رو که جمهوری اسلامی مانع پخشش میشه در اختیار هموطنانمون بگذارن و میدونیم که در ایران تلویزیون پارس بینندگان زیادی داره. جای اون داره که کمر همت رو ببندیم و آنچه که در امکانمون هست بگذاریم در طبق اخلاص و از کمکی رو که هرچند ناچیز باشه دریغ نکنیم که این رسانه بتونه به مبارزات خودش ادامه بده. و ما و من و همکارانم شاهد هستیم که آقای شجره در طول این سالها واقعا خیلی وقتا از جیب خودش، از بودجه خودش هزینه کرده برای اینکه این تلویزیون ادامه پیدا کنه فعالیتش. و امیدوارم با برنامه‌ای رو که ما در پیش داریم به خاطر همین فرارسیدن 26 سال، یعنی یک ربع قرن فعالیت این رسانه، حمایت شما هموطنانمون بتونه ادامه کار این رسانه رو
امکان پذیر بکنه و ببینیم که چه خواهید کرد. الان آمارهایی رو که سرکار خانم دکتر نقوی در اختیارمون گذاشتن دیشب حاکی از اینه که جمع زیادی از جوانان ما علاقمندی نشون میدن به برنامه های تلویزیون پارس، در حالی که در گذشته بیشتر بینندگان و مخاطبین سنین بالا داشتند. این خودش یک مژده خوبیه و اینکه ما شاهد فعالیت های جوانان برومندمون و از خود گذشتگی اونها هستیم در مقابل این رژیم نکبت واقعا اشغالگر که مملکت ما رو به روزی انداخته که در طول تاریخ کمتر سابقه داشته. حتی حملات مغول رو عرض کنم، سایر بلایایی که به سر این مملکت آمده و مردم ما آمده در مقایسه با لطمه‌ای که جمهوری اسلامی زده به مملکت ما، تاراج مملکت ما، و چیزی رو دیگه تقریبا باقی نگذاشته، بی سابقه است. یعنی واقعا نمیدونم چی بگم و از کجا شروع کنم. به هر حال اختیار و نظر شما، یعنی نظر شما و آنچه را که در نظر میگیرید از نظر کمک هایی رو که میتونید بکنید، میتونه به ادامه حیات این رسانه که همونطور که عرض کردم 26 سال گذشته مبارزه کرده، افشاگری کرده و اطلاعات صحیح در اختیارتون گذاشته، حمایت بکنید که این رسانه خدای نکرده تعطیل نشه. جمهوری اسلامی موفق شده رسانه هایی رو به هر حال تعطیل بکنه با ساخت و پاختی که میکنه، با اسپانسرهایی رو که مثلا برای رسانه مثل من و تو بوده یا سایر رسانه ها، و برعکس بعضی وقتا میبینیم که کمک های مالی که میشه به بعضی از رسانه هایی که واقعا معلوم الحال هستن، متاسفانه بیشتر از رسانه هایی است که با مردم از در حقیقت وارد میشن و قرار بر این هست که آقای مهندس شجره بیلان، یعنی به طور کلی درآمدها و هزینه هایی رو که این رسانه داره با شفافیت کامل در اختیار بینندگان بگذاریم که ببینید که درآمدهایی رو که تلویزیون داره از محل آگهی ها و سایر احتمالاً منابعی که ممکنه وجود داشته باشه چقدر، و هزینه هایی رو که تلویزیون داره چقدر. این در مورد این نشست دیشب بود که خواستم در موردش با تون صحبت بکنم. در آینده نه چندان دور ما یک چند روزی رو سعی خواهیم کرد که با مردممون صحبت بکنیم. قرار شد که بیشتر نظر بینندگان رو از راه‌های دور و نزدیک بشنویم، از طریق تماس‌های تلفنی و خب امکانات زیادی که وجود داره، زوم و اسکایپ و غیر و ذالک، ببینیم که مخاطبین این تلویزیون کیا هستن و چه کاری میتونن بکنن که این تلویزیون تعطیل نشه. اما در صحنه عرض کنم حضورتون که سیاست امریکا و اون چی که شاهدش هستیم، مبارزات انتخاباتی،
در حد اعلای خودش است در نقاط مختلف امریکا، مخصوصا ایالت های کلیدی که هر دو کاندیدا، یعنی خانم کاملا هریس و آقای ترامپ، دارن آخرین تلاش های خودشون رو میکنن که در واقع به کاخ سفید برن. با توجه به حمایت های گسترده ای که آخرین اون اطلاعیه بوده که فکر میکنم حدود 20 یا بیشتر، تعداد بیشتری، حالا با مهمان ارجمند برنامه در این مورد صحبت خواهیم کرد، اطلاعی است که اساتید دانشگاه ها تا کسانی که تاریخدان هستند و تاریخ ایران رو، تاریخ امریکا رو تعقیب می کنند، و اساتید عالی قدر دانشگاه های مختلف تماما، یعنی یک صدا از خانم کاملا هریس دفاع کردن. و خب اون شیطنت هایی رو که ترامپ داره ادامه میده و بعد ببینیم کار به کجا می انجام. حمله غافلگیر کننده اسرائیل به تأسیسات نظامی امریکا، جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی سعی میکنه اون رو خیلی ناچیز جلوه بده و برعکس و با ملاحظه تصاویر ساتلایتی میبینیم که واقعا در حال حاضر آسمان ایران بیدفاعه، برای اینکه روسیه این همسایه شمالی که بزرگترین لطمه ها رو به مملکت ما زده، قسمت های بزرگی از خاک ما رو جدا کرده از مملکت بزرگ ایران، با نگاه علی خامنه ای به شرق و نگاهی از که در نهایت به ضرر مردم ایران هست، اختیارش رو داده دست پوتین و چین و تا حدودی هندوستان و آویزون شده به اینا که بتونه این حکومت نکبتبارش رو ادامه بده. و امیدواری هستیم که بالاخره همصدایی هموطنانمون به صورت یک صدا، به صورت یک خواست، و اون خواست دموکراسی و حقوق بشر برای ایران هست، به صورت همه جانبه ای تجلی بکنه و ما از اختلافاتی که بین خودمون داریم تا رسیدن به اون هدفی که هممون مدعی اون هستیم دست برداریم از این اختلافات و بگذاریم این تلاش، این فداکاری هایی که در طی سالیان جوانان برومند ما کردن و تعداد کثیری از این جوانان رو که جمهوری اسلامی با شقاوت کامل به دار آویخته و کشته و تجاوز کرده بهشون، و آخرین اعدام آقای شارمحت است که دنیا رو تکون داده و بالاخره آلمان اقدام کرده به یک عکس العمل نسبتاً منطقی برخلاف گذشته که انواع و اقسام تکنولوژی ها رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میداد برای شناختن چهره ها و سایر کارهایی که کمکهایی رو که آلمان کرده به خاطر منافع مالی رو که داشته. امیدواریم با این کار وحشیانه، آخرین کار وحشیانه ای که آخوندها مرتکب شدن،
دیگه آلمان نتونه، یعنی جرأت این رو نداشته باشه که باز به حمایت خودش صرفا به خاطر حفظ منافع خودش در ایران و مماشات با جمهوری اسلامی ادامه بده. من وقت برنامه رو نمیگیرم به خاطر اینکه امروز بعد از نسبتاً طولانی در خدمت دوست گرامی و عزیز جناب احمد علی بهارلو هستیم از واشنگتن دی سی، پایتخت امریکا، و در بک‌گراند و پشت تصویر هم قطاری رو که آقای بهارلو راه انداختن میبینیم تصویرش رو و راجبش ازشون سوال خواهم کرد. سلام میکنم آقای بهارلوی عزیز. سلام به شما حسین آقای عزیز، همینطور سلام به همه دوستان گرامی، همکاران در تلویزیون پارس و همینطور بینندگان عزیز تلویزیون پارس. و همینطور واقعا میخوام صحبتهای شما رو که شنیدم، میخوام واقعا دست مریضا بگم با آقای شجره و همینطور به همه شما که دارین در اونجا میکوشید این بنا رو پا بر جا باقی بگذارید، با اینکه این فایده مادی که امروزه هدف همه ساکنان این کره زمین شده، بقیه چیزا رو فراموش کردن، واقعا از این چیزی نصیب هیچ کدومتون نمیشه، به خاطر اینکه کسی که بخواد این هزینه ها رو تحمل بکنه و بعد بخواد برنامه تلویزیونی همیشگی هم برقرار باشه، مخارجی که داره من ازش آگاه هستم و با همه صرف جویی هایی که بخواد بشه باز هیچی تاش باقی نمیمونه. بنابراین واقعا به همه شما دست مریضات میگم. آقای بهارلو، تلویزیون پارس حدود 8 ساعت برنامه زنده داره و این کار شوخی نیست. بله. میدونید؟ و واقعا همکاران ما یک به یک دارن به نوبه خودشون تلاش میکنن که با رسوندن خبرهای درست به هموطنانمون و در واقع تریبون دادن به کسانی که آمدن با جان و دل دارن تلاش میکنن که این نکبت رو، این حکومت نکبت رو از مملکت ما بیرون بکنن و شر اینها رو بکنن و اشتباهی رو که نسل ما مرتکب شد و موجب شد که یک آخوند حقباز شارلاتانی به اسم روح الله خمینی بیاد و با وعده های دروغینی که داد مردم رو در واقع اخفال بکنه، و بعد دیدیم که وقتی به قدرت رسید چه کرد و پیامدهای اون تا به امروز چی شده و جانشین او علی خامنه ای حتی پا رو فراتر گذاشته از اون و در کشتن جوانان ما، در غارت مملکت و در سپردن اختیار مملکت به دست پوتین و جنایتکارانی مثل پوتین، مملکت رو داره به ورطه واقعا سقوط و نابودی میرسونه. ولی خب امیدواریمون به جوانان برومندی هست که تا به امروز بی نهایت عاقلانه رفتار کردن و دارن به تلاش خودشون رو به هر صورتی که هست، به صورت شعر، به صورت ترانه، به صورت رپ، به صورت مقاله هایی رو که میبینیم مینویسن، بعضی از اشعاری رو که از ایران میرسه از شعرهای جوان ما واقعا حیرت انگیزه. اتفاقا دیشب با دوست گرامی در جایی بودیم که دوست گرامی آقای فریدون فرهندوز اونجا بودن و شعری رو که یک شاعر جوان برای او فرستاده بود خوندن برای دوستانی که اونجا بودن. تکون دهنده است این شعر. دوست دارم که این شعر رو با صدای خود فریدون فرهندوز بشنویم. ازشون خواهش خواهم کرد که
فکر میکنم توی اینستاگرام هست، این رو من ازشون اجازه خواهم گرفت که با شما در میون بگذاریم و بشنوید و ببینید که واقعا در ایران جوانان ما و فعالیت هایی که دارن میکنن بیشتر به یک حماسه شبیه. آقای بارلو، حمله اسرائیل رو به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی به چه صورت میبینید؟ اون پولی رو که جمهوری اسلامی داد، پول کلانی رو که داد برای اون سیستم S-300 و بعد S-400 که گفته میشه تمام دود شده و هوا رفته و جمهوری اسلامی منکرش هست، شما چه میبینید؟ چه اطلاعی دارید بیشتر؟ اون چه آشکار است آقای اجازی دیگه بهم. دوباره من نمیخوام تکرار کنم، اما چون هر وقت راجع به صحبت و وعده های خمینی میشه در اینجا دوستان به عنوان یک وعده های دروغی نیشون به عنوان اکسکیوز و عذر و بهانه ای به کار میبرن برای این کار ابلهانه تاریخی که انجام دادن، نمیتونم ساکت بشینم. قربان، وعده های آب و برق مجانی که همش $10 و $12، $10 و $12 و $20 پول آب و برقی نبوده، آیا مملکتش کسی آتش میزنه که بگه این وعده هاش دروغ بود؟ نه قربان، ما متاسفانه گول جنگ های زرگری میخوریم از یه طرف که هنوز هم همین روزا هم جریان داره، و از طرفی هم میخوایم همیشه تقصیر بنزیم یه کردن یکی دیگه. من بالاخره نفهمیدم، ما که مثل این که اصلا هیچ گناهی نداشتیم، یه فقط خمینی گناه داشته که وعده های گفته آب و برق مجانی میدم، کارتر هم از این ور گناه داشته که باید تا الان هفت پشت بعدیش باید محکوم بشن. پس اینجا تکلیف ماها چی است؟ ما چی کاره بودیم؟ نقش ما چی بوده؟ همون دیگه. آقا ببین، عمله من اسمشو گذاشتم عمله صلوات. عمله صلوات کسی است که کارو میکنه بدون که هیچ زهر مارم گیرش بیاد، هیچی نصیبش بشه. هر کس ببینید با دو خاصیت انسانو حرکت میدن، هر موجودی، ترس و طمع. از یه طرف با ترس بوده که اگه نیاین جز این آخوند بشین میگیرن چیکار به سرتون، از طرف هم طمع که شاید ما میچیدی گیرون بیاد، ولی هستون نیستی خودشون به باد دادن. الان هم همچین جریانی شبیه این در آمریکا برقرار هست متاسفانه. ترس و طمع وجود داره که حالا تا وقت صحبت شد میتونیم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم، اما اینکه من فکر میکنم زمینه آماده شده. در واقع ببینید اینا کار وقتی سیستماتیک هست به این صورت هست که وقتی اینا میگن که ما میزنیم سر میکنن، بعد آخر کار یه مشتی موشک هوا میکنن که تو را قط میگن. آخه کسی که اینا که نیروی هوایی که ندارن که. از اون طرف وقتی میرسیم به قضیه مال اسرائیل میگفتن پس چرا اینا معطل شدن؟ آقا دارن اول وقتی یه کاری دارن میکنن رو اصول مهندسی از اول بنیادشه، دفاع هوایی رو راحت از بین میبرن. الان اگه یک فضولی دیگری اینها بکنن راحت و پاکیزه میتونن ایران رو بمباران بکنن. خب یعنی آماده شده تهران، شیراز، خوزستان شهرهای بیدفاع هستن که به دست بیکفایت ترین موجودات بشری آمدن. بعد اینو مقایسه فرمودید مثلا با مغول ها یا عرب ها، اونها حداقل ببینید اگر مغول ها حکومت می کردن، اگر عرب ها، تیمور لنگ، نمیدونم افغان ها، اسمشون و کردارشون یکی بوده، ظاهر و باطنشون یکی بوده، یک مشت آدم وحشی دیوانه ای از جمله عرب بادیه‌نشین که ما هنوز بعد از 1400 سال داریم تاوانشو میدیم، اونها بودن به اسم همون عرب وحشی هم بودن. اما اینها نقاب بر چهره دارن، نقابی که اینا مطلقا ایرانی نیستند و نقاب ایران و حاکمیت ایران رو چهره دارن. این است که وضعیت رو اینقدر سخت میکنه در مقابل برای پیشبینی این که چه اتفاق میفته در ایران. برای اینکه وقتی که آدم داره راجع به یک کشوری صحبت میکنه میگه رهبرانش خب در نظر میگیرن این کار بکنن، این کار بکنن، این کار بکنن که منافعشون رو حفظ کنن. وقتی که رهبرانی که گمارده شدن در اون کشور اصلا این خیالشون نیست که منافع اون کشور چی باشه،
و فقط میخوان گروه خودشون حفظ بکنن و اربابانی که از خارج بهشون دستور میدن، اون موقع است که شما نمیتونید پیش بینی کنید که این جونورها چه کار خواهند کرد، چه روشی رو در پیش خواهند گرفت که بعد ما بگیم اسرائیل بعدش چه کار میکنه یا آمریکا بعدش چه کار میکنه. ما گرفتاریمون ما با یک دشمن نامرئی هست که یک مش جونور بی سوادی و گذاشته اونجا، میگه اینا همین حاکمتون هستن، ولی اینا حاکم نیستن. نه خامنه ای حاکمه، نه پزشکیان حاکمه، نه هیچ کدوم از اون سرداران بشکنشان، هیچ کدوم نیستن. اینای مشت اول هستن، اینا مامورانی هستن که ماسک حاکمیت ایران رو صورتشون است، به همین سادگی. در مورد مغول به اصطلاح همون واژه‌ای رو که بخوایم به کار ببریم، مغول ها بعد از اینکه حمله کردن، مثلا زمان هولاکو خان، واقعا هولاکو خان ذوب شد در فرهنگ ایران، یعنی شد یکی از مروجین ادبیات و فرهنگ و تاریخ ایران. خب دیگه از ناچاری بوده. ببینید این یعنی آمریکاش دلش خوشه. آقای حجازی عزیز، ما همش در طول تاریخ فقط دلمون خوشه که به حداقل گرفتیم. امپراتوری خودمونه که بزرگترین امپراتوری دنیا بوده و اون آداب کشورداری که توش اجرا می شده در هیچ جای دنیا پیدا نمی شد، راحت باکسه داده. فقط در من خوش هست که فرهنگ ما را اینا گرفتن. عمله صلوات بودیم همه. نه قربان، این ملت چندین بار به بشریت خدمت کرده، اما دو خیانت بزرگ به بشریت کرده که قابل، یعنی باید از الان تا خدا میدونه چقدر دیگه باید دنبالش بدوه که بعد که بشریت اینو ببخشه. یکی این که به اعراب اجازه داد، یعنی خودشون اعراب رو وارد ایران کردن که قدرت بگیره و بتونه این نیروی جهنمی رو تو دنیا به نام اسلام برپا بکنه. دومی هم همین کار سال 57 ایرانیان بوده که به این جونورها که همیشه در زیر زمین زندگی میکردند بهشون فرصتی میده که کشور قدرتمندی مثل ایران به دستشون بیفته و تروریسم رو در همه دنیا اینجوری رواج بدن. این ما هرچی بخوایم به خودمون کردیت بدیم آقای حجازی عزیز، در مقابل این کار، این خرابکاری بزرگی که در تاریخ انجام دادیم قابل بخشش نیست. همینطوره آقای بارلو، ما باید پیام هامون رو بشنویم، می رویم پیام ها رو می شنویم. وقتی که برمیگردیم میخوام اشاره بکنید به اون تصویر پشت سرتون و اینکه اون چیه، و کوتاه اون رو مطرح بکنید و بعد بپردازیم به این قوقای انتخابات امریکا و ترفندهایی رو که یک شخصی که به قول همگان یک مجرم شناخته شده در 47 مورد دادگاه‌هایی رو که قضاتش منتسب خود او بودن آمدن و او رو محکوم کردن به خاطر جرائمی رو که انجام داده، شورشی رو که باعث شد برای حمله به کنگره امریکا، و هنوز بین هموطنان ما کسانی هستند که فکر میکنن که آقای ترامپ اگر بود جمهوری اسلامی رو ساقط کرده بود، و حتی همین دیروز در صحبتی که کرده گفته که من اگر بودم، نمیدونم، همون ادعاهایی رو که میکنه روسیه به اوکراین حمله نمیکرد، عرض کنم حضورتون که نوار غزه اینطور نمیشد، حماس حمله نمی کرد به خاک اسرائیل، و اگر من بودم چنین می کردم و چنان می کردم، و الان هم من اگر برگردم به قدرت با مجبور می کنم جمهوری اسلامی رو که با من بیاد بشینه سر میز مذاکره. این حد اکثر حرفیست که ایشون داره می زنه. بیدار بشیم، این پنبه رو از گوشمون بیرون بیاریم که آقای ترامپ ناجی ما خواهد شد یا هر کشور دیگری،
تا موقعی که فکرمون این باشه که اگر اونا بخوان اگر اونا نخوان کلامون پس معرکه است. ما خودمون هستیم، تنها هستیم و تنها مردم ایران هستند که میتونن با مبارزات پیگیری که داشتن آزادی و دموکراسی و حقوق بشر رو به مملکت ما برگردونن. بینندگان گرامی با ما باشید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن فرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. هفته نامه فردوسی امروز، نشریه‌ای برای همه. برای اشتراک این هفته نامه وزین با تلفن 818-584-4767 تماس بگیرید. هفته نامه فردوسی امروز، مروری به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. با اشتراک خود با ما در این راه همراه شوید. هفته نامه فردوسی امروز. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های ریل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های ریل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون ریل ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به ریل ویز آگهی می دهید، همه بینندگان ریل ویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می‌بینند. در ریل ویز آگهی شما در کانال‌های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم‌ها و سریال‌های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به ریل ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلودیوس موستاگاز، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند. Hi, I'm Timothy Morrison and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده. هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید.
تاریخ حرکت 2 دسامبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. بینندگان گرامی، با دوست گرامی و ارجمند و دیرینه جناب آقای احمد علی بهارلو هستیم. احمد علی نگو، من احمد رضا هستم. حسین احمد رضا، ببخشید. آخه شما هم این اسامی مرکب هم نمیدونم از کجا میاد. احمد رضا خان بهارلوی عزیز گرانقدری که سالیان سال هست فعالیت های ژورنالیستی ایشون دیگه لزومی نداره که من راجع بهش صحبت بکنم. آقای بهارلو، اون قطار پشت سرتون چیه داستان؟ این داستان برمیگرده به کل فلسفه زندگیم، که کتابی که شروع کردم به صورت نمایشنامه و هنوزم ادامه داره، چند برای مدت زیادی از همون تو موقعی که به صورت رادیو بود در 3 نمایش رادیویی، 3 تا 6 ماه، مثل پاورقی هایی بود که پخش میکردیم. وایس آف امریکا. بله، یعنی کار خیلی غیر معمولی که در این رسانه های بین المللی هیچ کس از این کارا نمیکرد. یه نفر اون کس خوش می اخبار رو به از بی بی سی و آقای شما میرسانیم. ما همه این سنت شکنی ها رو کردیم با همون فریدون فرندوز عزیز که میبینید، با انوشیروان کنگردو، با بهروز نیکزاد، با عرض کنم خانم عاطفی، با نازی بیگلری. ما به کلی به اصطلاح چهره یک رسانه بین‌المللی دولتی رو با آزادی عملی که داشتیم در صدای آمریکا تونستیم عوض کنیم، و اون جذابیتی که پیدا کرد بین شنوندگان به همین خاطر بود که دیدن آقا اینا اولا پرونده منفی ندارن که بگن مثلا مثل بی بی سی در انقلاب کاری کرده باشن. با صفر شروع کرده بودیم. خب وقتی پرونده حسابت پاکه، خب خودش یک هدستارت خوبیه. بعدم نگاه کردن دیدن خب ما داریم یه کاری میکنیم که نیازهایی که اونها دیگه تلویزیون و رادیو ایران نمیتونست براشون برآورده کنه، ما برآورده میکردیم. از جمله نمایش رادیویی که گفتم، این قطاری است که نمایش ترن در واقع نمایشنامه 6-7 ماهه بود که ساکنین که چه عرض کنم، بله ساکنین بودن دیگه، در ترنی حرکت میکردن که نمیدونستن از کجا اومدن و این ترن هم به کجا میره، که هم قرار پیاده بشن. جالبه. آقای بهارلو، انتخابات امریکا، شما اگر که به دو رسانه طرفدار آقای ترامپ توجه بکنید، یعنی فاکس نیوز و نیوز مکس و سایر رسانه های که تعدادشون هم کم نیست، فضای مجازی امروز این امکان رو در اختیار گذاشته که هر کسی میتونه یه تلویزیون دار باشه، چه میبینید در این آخرین ساعت؟ حالا ببینید شنبه ی آینده سرنوشت این مملکت باید معلوم بشه که آیا واقعا میخواد دوباره یه شخصی مثل ترامپ که پروندهش معلومه، احتیاجی هم نیست راجبش ما دوباره بخوایم صحبت بکنیم، برگرده به کاخ سفید با دیدگاه هایی رو که با صدای بلند اعلام میکنه. یعنی جالبه که او چیزی رو پنهان نمیکنه از کارهایی که میخواد انجام بده. حملاتی رو که میکنه به برجسته ترین صاحب نام ترین جنرال های امریکا، جنرال هایی که از نزدیک باش کار کردن و آمدن و میگن این یک خطر بزرگ هست اگر برگرده به کاخ سفید، نظرتون چیه؟ ببینید، انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا یک حالت یک تقدیس داشت برای مردم. یعنی اگر هیچ کس، اگر کسان دیگه انتخابات مجلس و اینا رو، مجلس سنا و عرض کنه مجلس نمایندگان رو اگر جدی نمی گرفتن زیاد، اما انتخابات ریاست جمهوری یک حالت مقدسی داشت برای همه. همه
برای اینکه اون کسی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشد به خاطر کاراکترش بود، نه اینکه حالا بیاد تو الان مثلا بگه آقا این و این و این و همه برنامه هاشو بذاره جلو. اول نگاه میکنم این آقا این کاراکتر قابل اعتمادی هست یا نه، این کسی هست بتونی بگی این رهبر من هست، این مثلا بزرگ خانواده من هست. خب اینا الان به هم خورده. دوم به خود موجودیت و اعتبار انتخابات، یعنی کاری که اینها کردن، یعنی کاری که آقای ترامپ کرده که مثل مورد نصدین میختویلش رو زد زمین، گفت که اینجا مرکز زمین هست، حالا نه برو نگاه کن برو بهش ما. از این ایشون وقتی که آمده میگه انتخابات در سال 2020، گفت آقا اینا اصلا هنوز اون شب نصف برنامه و هنوز نصف ایالات اعلام نشده بود، گفت انتخابات تقلبیه. خب وقتی میگه انتخابات تقلبیه و از قبل گفته بود آقای بهارلو، گفته بود اگه من ببازم یعنی تقلب شد. الان هم همین میگن. بله. الان هم همین میگن و الان دیگه خب این شده مثل یک شعار دست جمعی ریپابلیکا متاسفانه، که یک بسراد یک حزب بسیار مفتخر با آدم هایی مثل آبرام لینکن بوده. این الان از هر کدوم از این از آقایون که میپرسن که آقا شما اگر ترامپ ببازه قبول دارین یا نه، جرئت نمیکنن بگن ولی میگن بذار ببینم آقا چی میگه. خب بله. همین جدیشون خودش دیروز داره میگه که من از زنها باید حقوق زنها رو باید زنها رو حفاظت بکنم چه بخوان و چه نخوان. این میشه مثل فرمایشات امام خمینی قربان، یعنی چه بخوان چه نخوان، این مملکت این حرفا نداره. به هر حال ببینید نوع انتخاب بوده خود مردم است. حالا یه نفر دوست داره کسی اونجوری باشه، یه نفر دوست داره که نه کسی جوری دیگه باشه، اما استفاده نامشروعی که بیلیونرها دارن الان میکنن از آزادی موجود در آمریکا، این قابل بخشش نیست. آقای ایلان ماسک آمده لاتاری گذاشته، روزی $1,000,000 گذاشته برای 7 ایالتی که به اصطلاح ایالات چرخشی هستن. خب این که میشه همون ساندیس خوری که ساندیس میدن به آخوندها، میدن به مردم که بیان رای بدن. شما $1,000,000 میذاری، خب این هر آدم بدبختی هم میاد گمراهش میکنه، حالا گیر کی میاد فکر بکن بین این همه آدم، ولی همون سودای $1,000,000 جمع میکنی و بعد وقت آخه شما که میخوای انتخاب بشی آقای محترم، شما بعد نمیخوای بگی که این مردم بودن شما رو انتخاب کردن، این پول آقای ایلان ماسک بوده. بعد آقای ایلان ماسک ما رو کجاست؟ آقای ایلان ماسک ما رو آفریقای جنوبی است که از آپارتاید آفریقای جنوبی آمده. اینا روحشون چه بخوان چه نخوان با تبعیض نژادی عجین شده. ایشون داره مخالف سرسخت مهاجرینه، در حالی که خودش مهاجر غیرقانونی بوده تو آمریکا، به طور غیرقانونی کار کرده اینجا، اما خرش شاله از پول گذاشته، چون پول داره میگه هر چی میگن آقایشون پول داره، وقتی پول داره همه چی درسته. اگر اومده بودن همین الان به شما بیان بگن که آقای حجازی در سال نمیدونم 20 سال پیش 30 سال پیش اینجا غیرقانونی کار میکرده، میتونن شما رو دیپورت بکنن یا اصلا بیان سیتیزنشیپ شما رو بگیرن، اما برای ایشون نه. اون یه نفر دیگه آقای مرداک هست، مال استرالیا است و با دروغخانه ای که درست کرده. به هر حال به این طریق میدیای آمریکا را از اون اعتبار، اون جریان اصلی میدیای آمریکا که به مردم اطلاعات رو میداد و میذاشت تا اینها به سر خودشون قضاوت بکنن، این دچار بدبختی شده و مردم اعتمادشون رو از بس اینا گفتن فیک نیوز فیک نیوز فیک نیوز، اعتمادشون رو از دست دادن. اون وقت بعد بقیه وقتی میگم ترس و طمع هست که همه رو به فعالیت ما میداره، روزنامه معتبری مثل واشنگتن پست یک مرتبه صاحبشون بلیونر دیگر آقای جف بزو صاحب آمازون میگه ای داد بیداد، خب حالا اگه ترامپ بشه این با این تهدیدهایی کرده، ایشون تهدید میکنه میگه پدر رحمتون در میارم که مخالف من هستین. خب جف بزو میاد میگه که ادیتوریال مجله که یک هیئت از نویسندگان هستن در صفحه ادیتوریال که تصمیم میگیرن بگن ما در این انتخابات از کی حمایت میکنیم، که همیشه مرسوم بوده، این همیشه مرسوم بوده.
ایشون اومده حالا میخواد با یه تاجر بی سواد از این نظر اومده حالا میخواد درس جورنالیسم رو بده به روزنامه نگارانی که مثل بابودبار روزنامه نگار آمریکایی میخواد به اینا تو درس بدی. اومده میگه نه ما باید بی‌طرف بمونیم. آقا شما بی‌طرفی بله روزنامه در کاورج خودش در پوشش خبری بی‌طرف میمونه، اما صفحه ادیتوریال مخصوص عقاید هست و وقتی که گروه نویسندگان هر نمیشه رسمشون این است که باید اینجا بشینن بگن آقا مثلا اگه این شخص بیاد این دو نفر از نظر مثلا فعالیت هایی که قرار انجام بشه از نظر کاراکتر اینا طوری است که ما ناچاریم این یکی اینقدر مشخص است که ما باید انتخابش کنیم. به من اومده بودن خانم کاملا هریس رو گذاشته بودن برای یکی، ایشون میاد چون صاحبش هست و پول داره اینو میرزه به هم دیگه میگه حق نداریم. خب ایلان ماسک هم که همین کار رو داره توی ایکس انجام میده، یعنی توییتر رو میخره چون پول داره. بیلیونرها قربان الان در یک سودا این هستن که انتخابات آمریکا رو بخرن. این قضیه شد. حالا مردم آمریکا من فکر میکنم مفتخرتر از اون هستن و که یک سر تسلیم این به اصطلاح هجوم جنگ کلاس ها بشن، یعنی بگن آقا خیلی خوب حالا پول داره میده. آقا اون که پول داره داره به این جهت پول داره میده که منتظره که ده برابر بیشترش بعدن گیرش بیاد، اون ده برابر بیشتر از جیب شما برمیدارن. خب ما با یه همچین وضعیتی طرف هستیم، اما همیشه عقل جمعی هم زمینان در این آمریکا من شاهدش بودم. 52 سالی که من اینجا هستم، الان داره از 52 رد میشه، در این همه سال دارم نگاه میکنم میبینم یک عقل جمعی هم حاکم هست در این مملکت. من امیدوارم که این عقل جمعی نگذره این مملکت از اون مسیری که داره پیش میره باز داشته بشه. آمریکا آقای حجازی، آمریکا آخرین سنگر آزادی بشریت است. هر کس جز این بگه بیهوده میگه. و من از مطبوعاتی های عزیز خودمون فقط خواهش میکنم که اطلاعاتو بدن و به استرا اگه اینقدر چیزهای نااطلاعاتو به مردم ندین قربان، یعنی به ایرانی ها نگین که این یکی اگه بیاد ایران رو نجات ده، اون یکی اگه بیاد ایران نجات نمیده. میگن یک در قدیم دیگه داستانش هست که یک گدای رفت و در یه خونه ای و در میزد صابخونه، گفت که پولا بالا هست، اگه بالا بودن بهت میدادم. بعد فرداش میاد این دفعه خودش طبقه بالا بود، باز از گدایه در میزنه میگه اگه پایین بودم پولام پایینه، اگه پایین بودم بهت میدادم. گدا میگه آقا ما بالا تو با پایین تو دیدیم دیگه با هم. اینا هم همینه، ما حکومت اینا رو دیدیم، حکومتمون هم دیدیم، ما حکومت جمهوری خواهان رو دیدیم، دموکرات هم دیدیم، الان خودمونم پارتی از اونا هستیم، جزئی از اونا هستیم. این مملکت سیاست خودش رو به خاطر ایران عوض نمی کنه. این مملکت یک راهکاری داره که داره پیش می بره. اگر فکر می کنید بله ممکنه این یک شرطی بیاد مثلا بگه 10 تا تحریم دیگه هم اضافه می کنم. تحریم هایی که اضافه می کنن فقط خاصیتش این است که ملتی رو بیشتر به ذلت می کشونه و لات ها و چاقوکش ها و آخوند ها رو بیشتر به شوکت می رسونه. برای که به قاچاقی همه این اجناس رو وارد میکنن، 10 برابر قیمت میدن به مردم بدبخت، تورم رو در اونجا به حدی بالا میاره که دلار الان به نزدیک 70,000 تومان رسیده باشه. همینطوره آقای بهارلو. سه‌شنبه آینده و تا 2-3 روز بعد از اون تکلیف انتخابات معلوم میشه، ولی همونطور که در صحبتاتون مطرح کردین و همگان میدونن، آقای ترامپ دفعه قبل گفت اگه من ببازم تنها موردی که من ممکنه ببازم اینه که تقلب شده باشه. هنوز بین هموطنان ما، همکاران ما، کسانی هستن که معتقدن که در انتخابات تقلب شده و برنده اصلی انتخابات آقای ترامپ بوده و هم اکنون همین ساز رو کوک کرده که اگر من انتخاب نشم تقلب شده. یعنی تنها موردی که ممکنه من ببازم اینه که تقلب بکنم.
و با همونطور که عرض کردم جنرال کلی که رئیس کابینه اون بوده آمده گفته که این یه فاشیست به تمام معناست و حضورش در کاخ سفید بزرگترین خطر رو متوجه امریکا خواهد کرد و نیازی به این که توضیحی در این مورد داده بشه نیست، برای اینکه علنا میگه که چیکار میخواد بکنه. علنا میگه که تمام کسانی رو که سالیان سال در امریکا بودن، مهاجرینی رو که آمدن و غیرقانونی در امریکا زندگی کردن، مالیات دادن، آدمای زحمتکشی هستن و اگر اینا نبودن کشاورزی و حتی صنعت امریکا دچار گرفتاری و کمبود میشد، میخواد اینا رو به صورت اول از 2 میلیون شروع کرد، حالا صحبت از 22 میلیون که میخواد اینا رو دیپورت بکنه، اینا رو اخراج بکنه از خاک امریکا. گفته میشه برای این کار یه چیزی حدود 8 میلیارد یا یه چنین رقم بالایی، بسیار بالاتر از این است. 8 میلیارد قربان شما، مگه فقط خرج نگهداری یه جایی پیدا کنید که 20 میلیون آدم رو تو اونجا بچپونید؟ حالا فکر کن اصلا از این حساب خارجه. ایشون مثل همیشه وعده هایی که میده با اون که قابل اجرا هست اون اصلا قابل قیاس با هم دیگه نیستن. اما در مجموع اون روحیه بیگانه ستیزی در کسانی که الان با اونا هستن، اما نمیتونن هرگز هیچ کدوم اینا نمیتونن خارجی ها رو مثلا بیرون کنن. ممکنه یه عده بدبختی که حتی سیتیزن هم قاطیشون باشه بفرستن بره، برمانی که تو اون موقع که دیگه نه شنگل بمانن نه خاقان چین، هر که میرسه یا هر که زورش برسه، مثل موقعی که انقلاب شده بود در ایران، هر که رسید گوه آقا این سواکی گرفتن بدبخت بیچاره از زندگی ساقط کن یا تیکه تیکش کردن. اینا یک همچین روحیه. اما کلن گفتم روشی که این طرف داره با اون طرف فرقش این است. یکی مسئله زنها هستند که زنها میگن آقا ما، نه این که ما میگیم هر که حامل شد باید سقط جنین کنه، ما میگیم اختیار بدن خودمون رو خودمون داریم. اینشون میگن آخه من باید از زنها نگهداری کنم چه بخوان چه نخوان. آقا دیگه گذاشتیم دورم. دوم همین مسئله به اصطلاح این مواجهه با خارجی هاست. وقتی که خود ایشون میگه که آمریکا شده سطل آشخار، نه قربان آمریکا سطل آشخار نیست، آمریکا بهترین مرفه‌ترین کشور دنیاست. آقا چرا این همه حرف بیجا میزنی شما؟ آمریکا سطل آشخار نیست و میگه این سطل آشخار به این دلیل است که از 181 کشور آشخاراشون اون تو ریختن. خب یعنی ایرانی هم جزو اون 180 میگن ما نیستیم. از 181 کیا بودن؟ انیشتین بوده، فون براون بوده، این همه آدم هایی گردن کلفت دانشمندانی که از همه دنیا آمدن بودن، این پایه‌گذاران همه صنعت آمریکا همین ها هستن. این مملکت به این دلیل به این شوکت و عظمت رسیده که بهش میگفتن ملتینگ پات، یعنی اون دیگه در همجوش، دیگه همجوش میکرده. شما نمیتونی این دیگه همجوش رو تبدیل بکنی به سطل آشغال. این خب با هیچ جور داره میاد. اما یه چیز دیگه میخواستم بگم، 30 ثانیه وقت داریم. یکی از دلایل مخالفت تعدادی از هموطنان عزیز با خانم کاملا هاریس، مثل خود مردان آمریکا، مردان نه همه مردان آمریکا، اون کله خراش اونجا، اینه که ایشون زن هست. زن هست و رنگین پوست داریم. آقا ما هنوز گیر داریم بر سری که بفهمیم که آقا یک زن میتونه خیلی بالاتر از مرد باشه و حقوق برابری داره. اگر خیلی از جاها مغز ایشها بهتر کار میکنه از بنده و شما، چرا وقتی اسم زن میاد یه مرتبه با کلمات رکیک پشتش میارین؟ مگه شما برای مردم هم چه حرفی میزنین؟ من نمیدونم چگونه ما با خودمون اجازه میدیم که مثلا به خانومی که دادستان ایالت کالیفرنیا بوده که شما اونجا بودین، سناتور بوده، معاون رئیس جمهور بوده، بعد بگیم یک کلمات بسیار زشت و زننده از ایشون یاد بکنیم؟ اگه مرد بودم شما همینجور حرف میزدین راجبش؟ ما باید این زن ستیزی فکری که جز ژنمون شده، جز ژن بعضیامون هست و متاسفانه بعد از این همه سال
که خمینی این بلاها رو سرمون آورده. داریم میگیم ما داریم برای زنان ایران میجنگیم، اما خودمون این مغز زن ستیزی و این فکر زن ستیزی رو در خودمون نتونستیم از بین ببریم. همینطور آقای بهارلو، متاسفانه سوالات زیاد و وقت محدود، وقتمون تموم شد، ولی یادمون نره که آقای ترامپ یکی از اقداماتی رو که کرده که واقعا در تاریخ امریکا بی سابقه بوده، برگماردن 4 قاضی تندرو در دادگاه عالی هست که دادگاه عالی رو اون سه تا اون ارزشی رو که داشته همه اون رو نابود کرده و از بین برده، و یک مشت آدم فاسد اونجا الان در اون دادگاه هستن که دارن با رشوه گرفتن از این ور از اون ور و به هر صورتی که شده رأی دادن به کارهای خلاف آقای ترامپ بهش کمک میکنن. باید از شما خدافظی بکنم با سپاسگزاری از حضورتون در برنامه، از بینندگانی که لطف کردید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید تشکر بکنم، و در پایان از امیر شهرتی عزیز که کارگردانی و هدایت برنامه رو مثل همیشه به عهده دارد.